سال 2016 شروع شد سال 2015 شد سال خیلی خوبی برای منابع طبیعی برای محیط زیست و منابع آب به خصوص برای ایرانیان نبود کاهش میزان بارندگی افزایش دما که به نفعی بسیار از شهروندان رو در شهرهای جنوبی ایران واقعا اذیت کرد مثل ماهشهر و دیگه چی؟ مسائل مختلفی از البته اخبار خوب هم منتشر شد در سال گذشته مثلا فرض کنید کنفرانس پاریس یک اتفاقی بود که به هر حال ایران هم درش نقش داشت و به نتیجه رسید و تفا... تفاهم در واقع جهانی صورت گرفت این یک اتفاق مثبت بود یک اتفاق مثبت دیگه این بود که به هر حال مدیران ارشد جمهوری اسلامی به مسئله بیابی و کمابی اشاره کردند و اون رو به عنوان یک واقعیت پذیرفتن بخش عمده راجب کمابی و بیابی در ایران صحبت میکنن و البته گاهی وقت گزارش هایی اعلام میکنند گزارش هایی میدن به مردم که در صدد رفع این مشکل هستند مثلا فرض کنید اقداماتی برای بهبود دریاچه ارومیه به کار بستن و خب مسئله انتقال آب رودخانه زاب به این دریاچه هم بسیار سوال برانگیزه خب البته مسئله انتقال آب رودخانه زاب میدونیم که میتونه دردسر ساز هم باشه به خصوص به واسطه اینکه آب رودخانه ظاهرا مشترک هست در جایی بین ایران و عراق دقیقا و نکته اینجاست که الان تکلیف این پروژه خیلی روشن نیست حالا چرا به این دلیل که مثلا فرض کنید معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیر کل دفتر ارزیابی این سازمان اعلام میکنن چنین پروژه ارزیابی زیست محیطی نداره و نباید انجام بشه مزافن که سازمان محیط زیست اساسا با انتقال آب حوزه به حوزه موافق نیست ولی از طرف دیگه معاون محیط طبیعی همون سازمان اعلام میکنه که کار کارشناسی انجام شده و این پروژه به زودی مجوزهاش رو گرفته و این پروژه به زودی اجرا میشه این یک تناقضی است که اینجا وجود داره و در اخبار نمیشه واقعا ماجرا رو صحت ماجرا رو در اخبار پیدا کرد که چی هست خب یه مسئله خیلی مهمتری که ما شاهدش بودیم امسال مسئله طرح مشکلات ناشی از ساخت صد گتون بود و اتفاقا حالا بعد از این گفتگویی که من و تو داریم با هم سام گفتگویی که کامبیز قفوری انجام داد با آقای دکتر ایجادی رو خواهیم دید مسئله که وجود داشت اینکه انگار یک تابو بود تا مدت ها صحبت کردن راجبه صد گوتفند و انگار این تابو شکسته شد البته میدونی که اهمین الان هم که ما با هم صحبت میکنیم سازمان های در واقع شرکت های سازنده صد و کارفرما و پیمانکاران و مهندسین مشاور از این پروژه دفاع میکنن همچنان و در این ارتباط گزارش هایی هم منتشر کردن در صورتی که مثلا فرض کنید ادعاشون هستش که اگر ما این صد رو نمی ساختیم سیلاب خوزستان رو نابود میکرد و از بین میبرد ولی خب همین مسئله سد گتوند هم در سال گذشته برجسته شد و بهش بسیار زیاد پرداخته شد رسانه های مختلف بهش پرداختن و ما اونجا بود که متوجه شدیم بزرگترین ذخیره آب شور و آب نمک دنیا رو ما ساختیم در ایران که اگر با محصولات نشکر هفت تپه مخلوط بشه عملا میشه بزرگترین کارخانه اس دنیا بله دهیوان. و البته مسئله دیگرم که من میخواستم بگم امروز گرچه دیدم این بود که رئیس انجمن زمینشناسی ایران گفته که یک بهترین راه حل برای رفع مشکل کم آبی سدسازی هست یعنی به نظر میرسه کسانی که با تشخیصهای غلط خودشون بزرگترین مشکلات رو ایجاد کردن در چند دهه اخیر هنوز پایبند به همون روش هستند که منتهی شده به مسئله فعلی و از بین رفتن بسیار از دشت فقط به خاطر این نبوده که فقط چاه اونجا زده شده بلکه با زدن صد روی رودخانه یک نظام حیاتی رو تغییر دادن و آبی که میومد ذخیره میشد در زیر زمین به طور طبیعی کاهش پیدا کرده دقیقا و میدونید که در اواخر روزهای 2015 نقشه منتشر شد یا تصویر ماهواره منتشر شد که از طریق ناسا که نشون میداد در 13 سال گذشته میزان آب شیرین در دسترس رو در مناطقی از خاورمیانه و شمال آفریقا به شدت از دست دادن این کشورها و ما بسیار بیش از بقیه نقاط میتونم بگم در این زمینه نقش داشتیم و بیشترین سهم شاید نصیب ایران شده از این منظر و به اگر هر جا به سمت قرمز پیش میرفت وضعیت تری داشت مساحت بیشتری از این نقشه رو قسمت قرمزش رو ایران اشغال میکرد و با کارشناسان مختلف که دارم صحبت میکنم و نظرشون رو میخوام معتقدن که اگر به همین ترتیب ادامه بدیم بخش نارنجی هم در آینده قرمز خواهد شد بخشای قرمز تیرتر و بخش قرمز تیره تر و تیره تر میشه که همون بحثی که آقای کلانتری هم مطرح کرده بود که ما اگر به همین ترتیب ادامه بدیم با یک مهاجرت بسیار بزرگ روبرو رو خواهیم شد این رو واقعا شاهدش خواهیم بود در 10 تا 15 سال آینده بله و خب فراموش نکنید که مسئله ریزگردها در سال گذشته بسیار حاد بود در شهرهای مختلف این اتفاق افتاد و بعد در سال روزهای پایانی 2015 ساکنین تهران شاهد آلودگی هوای به شدت زیادی بودند حدود سه هفته این آلودگی هوا دوم داشت تا اینکه یک بارندگی های پراکنده صورت گرفت یک مقدار از این وضعیت کاسته شد خیلی ها فکر میکنن با همین بارندگی های پراکنده و بارش های مثلا فصلی در ماه در فصل در واقع پاییز احتمال اینکه مسئله بیابی و خشکسالی رو پشت سر بگذارند وجود داره در صورتی که اگر آمار بلند مدت بارندگی رو مد نظر قرار بدیم میبینیم ما با این بارش های پراکنده همچنان دچار کم آبی هستیم و مسئله که خیلی مهم هم هست و کارشناسان بهش اشاره می کنن، کاهش میزان برف و بارش برف و ذخیره برفی در قله ها و یا جایی هست که باعث یخچال ها عملا تقضیه بشن بسیاری از یخچال ها می دونیم که در طول 20 سال گذشته در دنیا از بین رفتن به خصوص برخی از یخچال های مهم آلپ و از که ما در ایران هم داشتیم تقریبا اثر چندانی نمانده و اتفاقی که میفته این هست که اگر مثلا برف های قله های بزرگی مثل و بلندی مثل زردکوه بختیاری اونقدر نباشن در تابستان کارون و زاینده رود عملا به سمت خشکی پیش میرن اگر حتی اون منابع عادی ازشون کاسته نشه من فکر میکنم اگر که برای سال آینده یا روزهای آینده دو اقدام جدی صورت بگیره شاید این بحران بیابی ازش بتونیم عبور کنیم یکی تغذیه سفره های زیرزمینی هست که ما مرتب در این برنامه راجع بهش صحبت کردیم و صحبت خواهیم کرد و دوم راه اندازی سامانه های تصویه فاضلاب هست و استفاده مجدد از آب در حوزه کشاورزی شهری یا صنعتی ما به شدت دچار فقر سیستم تصویه فاضلاب هستیم در ایران من آماری که میخوندم حدود پنجاه واحد تصویه فاضلاب شهری در ایران در کل ایران وجود داشته تا سال عواسط دهه هشتاد و به نظر میاد که ما خیلی بیش از اینها نیازمند این هستیم که آب رو تصویه کنیم و بعد به هر حال به مصرف مجدد برسونیم اگر این دوتا اتفاق دوتا کار در کنار همدیگه صورت بگیره شاید با همکاری مردم و صرفه جویی در بخصوص بخش کشاورزی این بحران کاهش پیدا بکنه در غیر این صورت ما همونجور که اشاره کردی به اون نقشه در واقع ناسا که رنگ قرمز قرمزتر خواهد شد شاهد اون وضعیت خواهیم بود و نمیشه گفت که واقعا بعد چی خواهد شد البته فکر میکنم باعثی سرمایه گذاری بیشتری بشه روی آگاهسازی عمومی و آموزش راههایی که مردم در مناطق روستایی و حاشیه شهرها میتونن خودشون سیستم های سطوح آبگیر باران رو فعال کنن ایجاد بکنن و از طریق اون بتونن بخشی از آبی که به طور طبیعی از سیلاب ها هدر میره اون آب رو تا اونجایی که میشه ذخیره بکنن برای مصرف آتی خودشون و یا تغذیه مصنوعی چون به عبارتی تغذیه مصنوعی در حال حاضر یکی از بهترین راههایی هست که امکان این رو پیدا میکنه که آب درون سفره آب زیرزمینی درون آب ها قرار بگیره که هم امکان به قول معروف تبخیر کمتری داره و آسیب کمتری میبینه و میزان شوری آبهای زیرزمینی رو هم کاهش میده که این میتونه برای بهتر شدن آبهای زیرزمینی بسیار مفید باشه و در دراز مدت آبی ذخیره بشه برای نسل‌های بعد همونطور که می‌دونیم در توسعه پایدار شما فقط مصرف نمی‌کنید برای اینکه نسل خودتون بهره برداری بکنه از منابع بعد. بلکه منابع رو برای نسل‌های بعدی هم حفظ می‌کنید و حتی تولید می‌کنید که اونها هم حق حیاتشون ازشون سلب نشه